Atent! Prezentat Arp! Onori al Presidente del Consiglio di Stato! شرکت هیئت مقاومت ایران در مراسم تدفین آقای فرانکو فراتینی. صبح روز سه‌شنبه 27 دسامبر برابر با 6 دی ماه، یک هیئت از مقاومت ایران به سرپرستی خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان، در مراسم رسمی و دولتی برای یادبود و تدفین آقای فرانکو فراتینی، پرزیدنت شورای حکومتی ایتالیا، وزیر خارجه سابق و کمیسیونر سابق اروپا که در کلیسای معروف سنت آپوستولی در شهر روم برگزار شد شرکت داشته و پیام تسلیت و دستگل رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی را به خانواده ایشان تقدیم نمودند. هیئت مقاومت همچنین دفتر یادبود زنده یاد فراتینی را امضا کرده و پیام تقدیر از تلاش‌ها و حمایت‌هایشان از مقاومت مردم ایران، به ویژه تلاش‌های خانم رجوی را برای تحقق آزادی و عدالت مورد ستایش قرار دادند. آقای فرانکو فراتینی در روز 24 دسامبر در سن 65 سالگی به دنبال یک بیماری طولانی مدت به درود حیات گفتند. در این مراسم آقای سرجو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا، خانم جورجا ملونی نخست وزیر و سایر مقامات بلندپایه دولتی و بسیاری از پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته ایتالیا شرکت داشته و در رابطه با شخصیت برجسته سیاسی و رهبری متدبرانه و هوشمندانه زنده‌یاد فرانکو فراتینی و نقش چشمگیر او در حل و فصل بغرنج‌ترین مسائل برای مردم ایتالیا و در سطح کل اروپا و جامعه بین‌المللی سخنرانی داشتند. آقای رئیس جمهور سرجو ماتارلا اندوه عمیق خود را برای از دست دادن یک قهرمان برجسته جمهوری ایتالیا ابراز نمودند. هیئت مقاومت دیدارهای کوتاه با برخی از شخصیت‌های برجسته از جمله آقای سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون اروپا در سنا و وزیر خارجه سابق ایتالیا داشتند. سناتور جولیو ترتزی ضمن استقبال از حضور شرکت مقاومت در این مراسم و نقش بسیار مهم آقای فرانکو فراتینی در عرصه سیاسی ایتالیا، به اهمیت حمایت‌های ایشان از مقاومت ایران به ویژه خانم مریم رجوی و همچنین از توجهات خانم رجوی تجلیل به عمل آوردند.